نام خداوند متعال، خانوم ها، آقایان، بینندگان گرامی تلویزیون، هر که هر کجای ایران که داره به ما نگاه میکنه، سلام، شبتون بخیر. امروز روز ملی عروس و داماد، روز ملی ازدواج. به همه دختر پسرایی که با نیت خیر، با قلب پاک و باز، با ایمان به خدا دارن میرن سر خونه زندگیشون، از ته دلم میخوام که زندگیشون بشه شیرین، بشه عسل، زندگیشون سراسر خیر و نور باشه، رحمت بیاد سر سفرشون، کیف بکنن از اینکه کنار همدیگه دارن همه زندگی رو با همه دشواریهاش تحمل میکنن. به افتخار همه عروس و دامادایی که چه اونور دوربینن، چه امشب که شب پارسی پر عروس و داماده، به افتخارشون خیلی دست بزنید. امشب کنار باحالترین شهروندان شهر شیرازم و این برنامه شب پارسی میتونه گرمترین برنامه ما باشه. چرا؟ سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدین. همه خوبین؟ آماده این یه برنامه گرم، برنامه باحال، یه برنامه ای که هیچکی شبکه رو عوض نکنه؟ آمده. پس دست چپ و راست رو بیارید بالا، همه بیارید بالا و دست بزنیم به افتخار همه عروس و دامادهایی که در روز ازدواج آسمانی حیدر کرار علی مرتضی و بی بی دو عالم ریحانه نبی حضرت فاطمه زهرا به یمن این روز دارن میرن سر خونه زندگیشون، به افتخارشون خیلی دست بزنید. برو برید. شبتون به خیر باشه بینندگان گرامی، امیدوارم بهترین اوقاتی رو که دارید سپری میکنید الان اون اوقات باشه. برنامه شب پارسی هم امشب تلاش میکنه با بهترین حس و حالی که میتونه تقدیم به شما بشه، گرم، صمیمی، باحال. از لطیفی امشب مهمان داریم. میدونید لطیفی کجاست؟ یکی از بخشهای بسیار بسیار زیبا با مردمان مهربان و مهمان نواز از لامه، از لار استان فارس. اما کنارمون باشید، کم کمک رونمایی میکنم، میگم کی مال کجاست، چه جوری. جانم شهر لطیفی. آره دیگه، پا گفتم کجا، شهر لطیفی. خیلی خب، شهر لطیفی، عذرخواهی میکنم. این طرف یه مهمون نازنین دارم، میشه بلند شید به افتخارشون دست بزنید؟ میکروفون خودتون رو معرفی کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. عزت الله پاسالاری هست. جناب آقای پاسالاری میخوان برای ما با ریتم واسونک شیرازی درباره ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه بخونن که تقدیمش میکنم به هر کی هر کجای ایران که داره به ما نگاه میکنه، که به یمن این ازدواج فرخنده و آسمانی زندگیشون بشه پر از خیر و نور انشاءالله. بگید الهی آمین. الهی آمین. بفرمایید. ما هم تبریک می‌گوییم به همه آقایون، برادران و خواهران عزیز. چون که آمد جبرئیل از نزد رب العالمین، چون که آمد جبرئیل از نزد رب العالمین، عقد زهرا و علی بستند و در عرش برین،
عقد زهرا و علی بستند و در عرش برید یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا یار مبارک بادا عقد زهرا و علی در مکه تو محراب شد عقد زهرا و علی در مکه تو محراب شد حیدر و صفدر بکرد حمد خدا هم جفی شد حیدر و صفدر بکرد حمد خدا خوشحال شد یار مبارک بادا سلام مبارک بادا یار مبارک بادا جملگی کردن دعا از بر این زوج جوان جملگی کردن دعا از بر این زوج جوان بر شما بادا مبارک هم محبت بهرتان بر شما بادا مبارک هم محبت بهرتان یار مبارک مبارک بادا یار مبارک بادا بادا در عروسی گل و سنبل چون زهرا ولی در عروسی گل و سنبل و زهرا چون علی دف زدن زنها همه بر زهرا و علی دف زدن زنها همه از بحر زهرا و علی یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا ممنونم از لطفتون خیلی دست بزنید به افتخارتون یه نفسی هم چاق بکنن خیلی خوب بود خیلی خوب بود امشب بذارید فقط یه جمله بهتون بگم اونایی که از شهر زیبای لطیفی دارید به ما نگاه میکنید منتظر باشید میخواییم یه بخش خیلی مهمی از آداب و رسوم و فرهنگی رو که اتفاقا مرتبط هم هست با جشن ازدواج به شما نشون بدیم آماده اید بریم برگردیم؟ آماده پس با هم دیگه میگید بریم بیایم خدمت بینندگان گرامی تلویزیون در سال روز ازدواج حضرت فاطمه و حضرت علی علیه السلام که امیدوارم این ازدواج شیرین یمنش مبارکیش و افتخار و ایمانش به زندگی همه زوجهای جوان ما بیاد امشب یه شب گرمه با من بگید یه شب گرمه یه شب باحال یه شب فراموش نشدنی که همه ما میخواییم دست بزنیم به افتخار آقای صداقت شهردار لطیفی مهمان امشب برنامه‌مون سلام خیلی خوش اومدید بفرمایید رو صندلی بشینید همینطوری دست بزنید آقای شهردار بشینن آره صدای دستای شما همه حال مثبت برنامه ماست قربان سلام شبتون بخیر زنده باشید سلام عرض میکنم خدمت همه شما آقای مسعودی و دستاندرکاران برنامه شب پارسی زنده باشین آقا شما هم روحیتون لطیفه مثل شهرتون دیگه نظر شماست ما خدمت نه من سوال کردم من اصلا نظری دادم من چیزی نگفتم سوال کردم فقط خوبین حالتون خوبه الحمدلله خدا خسته راه نیستی خیر است خدا رو شکر خدا رو شکر یه ذره به نظرم نفس عمیق بکشیم هممون نه بله. همه نفس عمیق بکشیم
آقای شهردارم میذاره استرسشون بخوابه. آخه یکی دیگه یکی دیگه. آخه همه خوب شد حالمون، همه خوب شد. آقای شهردار لطیفی کجاست؟ اول به مردم بگید، اونایی که نمیدونن مالی استانهای دیگه هستن. لطیفی شهر تازه تأسیس هست در جنوب فارس، اولین شهر ورودی فارس در جنوب از سمت هرمزگان و همجوار استان هرمزگان هستیم. درسته. حدوداً 8000 تا جمعیت داره. درسته. و 250 هکتار هم مساحت داره. درسته. و جالب اینجاست که تنها شهر تو کشور هست که دو مذهب اهل سنت و اهل تشیع در اون زندگی میکنن، برادروار با هم کسب و کار میکنن، وصلت میکنن و خدا رو شکر. خدا رو شکر، خدا رو شکر. لطیفی مهمترین ویژگی که داره چیه؟ هر یه شهر تازه تأسیس هست، محصولش خانم. مردمانش از چه راهی امرار معاش کردن؟ خب غالباً تاجرن، غالباً کشاورزی، چیه نمیدونم. ایده کشاورزی میکنن، دامداری میکنن، به کشورهای حوزه خلیج فارس میرن. درسته. و همین کسب و کار عادیه اینا رو دارن. بسیار عالی. قربان این تندیس زیبایی که آوردید نوشته شهر هوشمند، بذارید من میخواد دوربین میتونه تصویرشو بگیره، دیگه لازم نیست من بلندش کنم. میخواد در مورد این تندیس برای من حرف بزنید. لطیفی شده شهر هوشمند، چی بوده داستانش؟ ببینید یه همایش بود در تهران اخیراً از طرف وزارت کشور و وزارت فناوری و ارتباطات. درسته. در بین شهرهای زیر 200000 نفر جمعیت، شهر لطیفی و شاهرود به عنوان شهر منتخب در اون همایش تقدیر شدن. چه خوب. بله. اسم این همایش هوشمند است. منتها آیتم های مختلف داشت. ما در بحث پایدارسازی و توسعه شهری مقام آوردیم و اونجا از طرف وزارت کشور تقدیر شد. خدا رو شکر. شهر چند سالتونه؟ بنده متولد 60 ام هست. متولد 60 میشه چند سالشون؟ 35. 35 سالشون. چند وقت ازدواج کردی قربان؟ اصلا ازدواج کردی؟ من بله، میگم بله. چند وقت ازدواج کردی؟ بله. چند وقت ازدواج کردی؟ بله 83 ازدواج کردم. 83. چند سالتون بوده؟ 23 سال. 23 سال. بله. زودم اقدام کرد. به افتخار بله. جوانایی که زود اقدام میکنن. خیلی دست بزنی. آره. به نظرم پس الان با صاحب فرزند هم باشید دیگه. بله دو تا فرزند دارم. ماشاءالله. آقا امیرعلی و آقا علی یاسین. نیوردین با خودتون؟ خیر. امیرعلی و علی یاسین؟ بله بله. چقدر اسمای قشنگی گذاشتید. اسم انتخاب خودتون بود یا خانومتون؟ خانم بوده. بله. خانومتون گفتم. بله. مردا از این سلیقه ندارن. افتخارشون دست بزنی. افتخارشون دست بزنی. بله. امیرعلی الان چند سالشه؟ امیرعلی امسال میره کلاس 3. امیرعلی رام عین خودتون زود دومادش میکنید همونجوری که باباتون برای شما زود آسین بالا زد؟ ان شاء الله توکل بر خدا. بله حتما. دوست دارین دوماد بشه؟ تصورش کردین تا حالا با این بچگیش که نگاهش میکنین تصورش کردین تو لباس دومادی؟ البته باید مادرش تصمیم بگیری. ولی خب بله دیگه ان شاء الله. من متشکرم که شما خیلی عمیقا اعتراف میکنید به این قضیه. این اعترافتون شیرینه واقعا. آره. مادرش با تصمیم بگیره. آقا جان ما چیکار داریم این داستانا؟ خیلی خب. آقای شهردار در طول این مدتی که شما علی رغم جوانیتون تجربه خیلی خوبی در زندگی بالاخره مشترک دارید، خیر دیدین از زندگیتون؟ رحمت اومده تو زندگیتون؟ بله حتما. بله قبل از ازدواج ما فقط یک کارمند عادی بودیم دیگه. الان خدا رو شکر بعد از ازدواج شهردار شدیم. بله دیگه همین شهردار شدن هم زحماتی که خانواده متحمل. محیط باید آروم باشه تو خونه. بله خیلی تاثیر داره. دلم میخواد دو سه تا جمله درباره ازدواج حرف بزنید به عنوان یه جوونی که از ازدواج خیر دیده، رحمت اومده تو زندگیش. دو سه تا جمله حرف بزنید. جوونای مجرد لطیفی همین امشب تصمیم بگیرن که فردا بالاخره یه اقدامی بکنن برای زندگی مشترک. من فکر کنم به عنوان شهردار اینو بگم جوونا بیشتر خوشحال میشن. آقا هر کس امشب ازدواج کنه از امشب تا یه هفته 50% عوارض پروانه ساختمان رو تخفیف میدیم. یعنی میتونم بگم یعنی تو لطیفی این همه ما جوان و مجرد داریم همه دارن ازدواج میکنن. بله. خب ببخشید ساختمان میسازن دیگه بالاخره سرپناه چقدر میشه توی یه میلیون چقدر میشه قربون حساب کتاب کنیم بفهمیم حالا آره دیگه داستانو متوجه باشیم توی یه میلیون چقدر میشه بدونی میشه 500 تومن دیگه 500000 تومن من نمیدونم من ریاضیم خیلی خوب نیست. یه وقت از برنامه رو ببینیم. بله. میکروفونو بهم بدین. بله. امشب کی دوست داره یه وقت از برنامه ما رو اعلام بکنه به عنوان مجری برنامه؟ من. به افتخارش دست بزنید. به افتخارش دست بزنید. خب رو کن به دوربین.
دلم میخواد شب عیدی ها یه جوری دعوت بکنی مردم برنامه رو ببینن که برنامه‌مون همچنان دیده بشه. وا خب باحال با همین خنده های نمکی برو. سلام. جوابشو بدین. خب سلام میکنم به همه ایرانیان، مخصوصا شیرازی ها که منو به خونه هاشون راه دادن. آفرین. بگو یه بخش از برنامه رو ببینیم برگردیم. یه بخش از برنامه رو ببینیم برگردیم. آفرین آفرین آفرین. بریم بیای. مرسی. همه بینندگان گرامی تلویزیون خوش، دارید از شهری به ما نگاه میکنید که شهر خیلی مهمیه در ایران. شیراز هم از لحاظ گردشگری، هم از لحاظ فرهنگی و تاریخی و هم مذهبی شهری که تو ایران خیلی ها با انگشت نشونش میدن و الان شیرازی ها میخوان دست بزنن به افتخار همه اونایی که از هر کجای ایران دارن به ما نگاه میکنن، به افتخارشون. و مهمان ما آقای صداقت شهردار شهر لطیفی هستند. آقای صداقت عزیز، چند مدت شهرداری شما؟ حدوداً 4 سال. 4 سال؟ البته یک سال شهر جویان بودم، 3 سال لطیفی هستم. 3 سال لطیفی. تو این 3 سال برای لطیفی فکر کنم موقعیت خوبی بوده و فرصت مناسبی که کارهایی کرده باشین. چه کردیم برای لطیفی؟ یکی از کارهای مهمی که تو این مدت انجام شد بحث جداسازی 100% آب شرب از فضای سبز هست که مجموعه استانداری رو این زیاد تاکید دارن. درست. و جز 7 شهری بودیم که این کار انجام دادیم توی استان. و شهرداری لطیفی در سال 93 2 درجه ارتقا از وزارت کشور گرفت، یعنی از درجه 1 به درجه 3 ارتقا پیدا کرد. این شرایط احراز رو برای این خیلی بالاخره تلاش شد که این شرایط احراز انجام بشه. مجموعه شورای شهر، اهالی محترم و مجموعه شهرداری، بحث احداث مجتمع فرهنگی ورزشی شهرداری هست که شهر لطیفی ورزشگاه استاندارد نداشت. ما تلاش کردیم این مجتمع شروع به کار شد. فاز اول بهره برداری شده، فاز دوم حدوداً 50% پیشرفت فیزیکی داره و در حال احداث هست. خدا رو شکر. متشکرم از شما به خاطر حضورتون. میخوام باهاتون خداحافظی بکنم، اما نمیخوام که تشریف ببرید، میخوام همینجا بشینید، چون مراسمایی که الان بینندگان گرامی تلویزیون خواهیم دید ارتباط مستقیم داره و از مراسم‌های مخصوص و ویژه شهر